بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك وتبقى وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتی امام راحل و شهدای بر امام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. أعظم الخالق في أنفسهم وصغر ما دونه في أعينهم، فهم الجنة كمن رآها وهم على أرائكها متكئون، وهم النار كمن رآها وهم فيها معذبون. روایت است که نوف بیکاری از امیر المؤمنین سلام الله علیه در وصف شیعیانش نقل فرمود. چند تا عبارت قبلیش را در جلسات قبلی تلاوت کردیم تا به اینجا رسیدیم. اینا کسانی هستند که خدا در پیش اونها خیلی بزرگی و غیر خدا در چشم اونها کوچیک. گویا اهل بهشت را میبینند که بر تخت‌های بهشتی تکیه زدند و گویا اهل آتش را میبینند که در جهنم معذبند. معنای این که خدا در نظر انسان بزرگه و مادون خدا کوچکه یعنی چی؟ شاید مکرر عرض کرده باشیم که ما اوصافی که در باره خدای متعال به کار میبریم اینا مفاهیمی است که ابتداعاً از مخلوقات گرفتیم و اکثرای قریب اتفاق از محسوسات گرفتیم. بعد که عقل ثابت می کنیم که یک مصادیق غیر حسی هم داره، اون مفهوم را توسعه می دیم. بزرگی و کوچکی دو تا مفهومی هستند که ما درباره اجسام و حجم ها به کار میبریم. دو تا جسم که با هم مقایسه میکنیم میگیم یکی بزرگ یکی کوچک، یعنی حجمش یکی بیشتره یکی کمتره. دو تا مفهوم اضافی هم هستن، کوچکی حقیقی صرف و بزرگی صرف بدون مقایسه نداریم. همه چی در مقام مقایسه گفته میشه که این کوچکه یا بزرگ. خب در میان محسوسات ملاکمون حجم اشیاست، کدوم بیشتره میگیم بزرگتر، کدوم حجمش کمتره میگیم کوچکتر. بعد نیاز پیدا میکنیم که در غیر اجسام هم چنین مفهومی را به کار ببریم. اول در امور اعتباری دنیا
کسی که مثلا یک مقام مهمی داره میگیم این شخص بزرگی است. این معناش این نیست که حجمش بزرگه، بدنش بزرگه، یعنی یک مقامی دارد که اگر بخواهیم اون مقام را با محسوسات مقایسه کنیم باید بگیم این مقام نسبت به سایر مقامات بزرگه. این یه قاعده کلی است در همه صفاتی که درباره خدای متعال و درباره سایر محسوسات، فرشتگان، معانی عقلی اینا به کار میبریم، یک نوع توسعه در مفهومی. اول مفهوم در یک محدوده مادی استعمال میشه، بعد میگه یک مصداق غیر مادی هم براش در نظر میگه. حتی در علم و قدرت و حیات که صفات ذاتی خدای متعال است، اونا هم ما چیزی که از علم میفهمیم همون علم خودمونه هست. قدرت که میفهمیم قدرت بازوی خودمونه. بعد که متوجه میشیم که خدای متعال جاهل به اشیا نیست، اما با چشم و گوش هم نمیبینه، چشم و گوش کنم اجسام، میگیم او هم علمی دارد غیر از علمهایی که ما میشناسیم. له علمان لا که علمنا. قدرت هم همینطور و سایر صفات. حیات الهی الحی القیوم، ما حیات را به این معنا میدونیم که یه جسمی روح داشته باشه. وقتی روح از جدا میشه میمیره، اما وقتی میگیم خدا حیی است یعنی روح داره، یا خودش روح هست، همچنان که روح انسان روحی است مایه حیات. حقیقت اینه که حقایق این اوصاف را ما عقلمون نمیرسی، باید با تشبیه و تنزیه، همونطور که علمای کلام و حکما فرمودن، مفهومی رو تشبیه کنیم به مفهوم دیگری، یک قید تنزیهی هم بزنیم، بگیم خدا هم علم دارد نه مثل علم ما، قدرت دارد اما نه مثل قدرت و همینطور سایر است. حالا وقتی میگیم خدا بزرگ است، گاهی به این معناست که مقام الهی خیلی بالاست، چون که یه شخصی در جامعه ولو حجمش هم کوچیکه، بدنش هم لاغره، اما وقتی فرمانش جاری هست هرچی میگه عمل میکنن، میگن خیلی مقام بالایی. این مقام بالا یا بزرگ یا عظیم، همه اینها یک نوع توسعه در مفهومهای مادی است. خب حالا اجمالا میفهمیم که خدای متعال یک عظمتی، یک بزرگی داره که با هیچ بزرگی قابل مقایسه نیست. هرچی ما به مغزمون فشار بیاریم، به عقلمون فشار بیاریم که یک مفهومی از بزرگی تصور کنیم که لایق مقام الهی باشیم، هرگز نخواهیم توانست. عقل نمیتونه چنین معنایی را درک کنه. خب پس چه کنیم؟ هیچ نگیم؟ این اوصافی که در قرآن کریم آمده در باره خدای متعال، هم العلی العظیم الحی القیوم، بالاخره این آمده که ما این چیزی ازش بفهمیم. بعضی از متکلمینی که خیلی در تنزیه افراد کردن، گفتن اصلا ما از اینا هیچ معنایی نمیفهمیم. الفاظی است خدا اجازه داده در باره خدا به کار ببریم، اصلا نمیدونیم یعنی چی. بعضی گفتن یه معنای سلبی داره، عالم یعنی جاهل نیست. حالا بحث‌های کلامیش و اینا انشالله تو مدرسه که آیا این وجه‌ها رو میشه پذیرفت یا نه. ما اینجا در صدد هستیم که خود حالمون را با حالی که امیرالمؤمنین بحث می‌فرمایند نزدیک کنیم، شبیه کنیم.
خب میدونیم خدا یه عظمتی داره که امثال امیرالمومنین سلام الله علیه، فاطمه زهرا سلام الله علیها، وقتی احساس میکردن در پیشگاه الهی وایسادن، رو به خدا وایسادن، نماز میخونن، بدنشون میلرزید. امام حسن مجتبی سلام الله علیه وقتی نزدیک مسجد می رسیدن رنگ از صورتشون می پرید. یه چیزی درک می کرده. ما که این چیزت سرمون نمی شونه. عظمت خدا چجوره که آدم باید بلرزه، بند از بندش آرام نگیره. ترتعد و فرائسها، در روایت داره وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها به نماز می ایستادند، خدای متعال به ملائکه می فرمود یا ملائکتی انظروا الی عمتی، ببینید چگونه کیف ترتعد و فرائسها، تو بند بر بندش می لرزه. بعضی خیال می کنند که این ترس، این خشیت، این هیبت، این مال این است که آدم احساس گناه میکنه، میترسه عذاب بشه، از ترس عذاب میلرزه. اما ظاهرا در مورد ائمه اطهار سلام الله علیه مجمعین، در باره پیغمبر اکرم، در باره اون کسی که میگفت خدایا من از ترس عذاب تو را عبادت نمی کنم، ما عبد تو که خوفن من ناری، اون ترس، اون هیبت، اون درک عظمت یه چیز دیگری. خدا به اونایی که دوستشون داره یک لمحه ای از اون عظمت خود را بهشون نشون میده. با مفهوم سازی درست نمیشه. خب ما میدونیم اونها یک عظمتی از خدا درک کردن که در مقام عبادت این چنین مضطرب بودند، وحشت زده بودند، رنگ از چهرهشون میپرید، شاید گاهی به حالت بیهوشی یا مرگ اختیاری میافتادند. اینا نمیتونیم بگیم دروغه. اونقدر در آیات و روایات راجب خشیت و خوف الهی و اوصاف ائمه اطهار این گونه مطالب بیان شده که انکارش مثل انکار روشنی این چراغ نمیشه گفت اینا دروغه. ما هم که چیزی سر در نمیاریم از اینا، چه کنیم؟ خدا چه راهی برای ما قرار داده که یه خورده ذهنمون نزدیک بشه به اون چه اونا درک میکنه؟ بالاخره اونا اومدن که ما را تربیت کنه، دست ما رو بگیرن، یه قدم ببرن جلو تا اونجایی که لیاقت داشته. چه کار میکنن که ما این چیزی از عظمت خدا درک کنیم؟ چی به ما یاد دادن؟ یکی از راه‌های شایعی که برای درک عظمت خدا وجود داریم، در روایات هم کمابیش بهش اشاره شده، این است که درباره آثار عظمت الهی فکر کنیم. خودمون عظمت رو درک نمی کنید، اما ببینید خدای متعال چه آثار عظیمی ازش به وجود آمده. این زمینه فراهم بکنه که قلب شما در مقابل او خاشع بشه. اگر ادامه پیدا کنه و همت داشته باشید، شاید روزی فرا برسه که پرده هم برداشته بشه و نوری هم به دل شما بتابه و چیزی از عظمت الهی را درک کنی.
امشب به اندازه ای که خدای متعال توفیق بدیم، من میخوام از این راه که عظمت آثار خدا را مورد توجه قرار بدیم و از این راه پی ببریم به عظمت خدای متعال به اندازه فهمم. یکی از زمینه های فکر درباره عظمت آثار الهی عظمت آفرینشه. ما وقتی روی زمین زندگی میکنیم بستگی به این داره که چه اندازه زمینه مسافرت و اینها برامون فراهم باشه، پهنه زمین رو خیلی بزرگ میبینیم. اگه کوه ها رو ببینیم و سلسله جبال عظیم مثل هیمالیا، خیلی به عظمت زمین پی میبینیم. اگه وسعت دریاها رو ببینیم و اقیانوس ها را، تا حدی میفهمیم اصلا کره زمین چقدر عظیمه. ما خیال میکردیم فقط کره زمین قم است و احیانا تهران و بعضی از روستاها. یه خود سفر کنیم در دنیا و اینا کم کم میفهمیم کره زمین خیلی بزرگتر از اونیه که ما فکر میکنیم. اگه یه مقداری با کیهان شناسی آشنا بشیم و بفهمیم این کره زمین با این عظمت که برای یه وجبش دعوا میکنن خون هم رو میریزن، این در مقابل منظومه شمسی مثل یک پرتغالی است در مقابل یک خانه عظیمی، در مقابل یک کوهی. اگر اینا درست فکر کنیم، به مغزمون فشار بیاریم، ذهنمون رو توسعه بدیم که خورشید چقدر بزرگتر از زمینه، مجموع ستارگان منظومه شمسی چه وسعتی را در فضا گرفتن، ما یه مقداری به عظمت آفرینش بیشتر بیم. اگر بعد فکر کنیم که فاصله زمین ما تا خورشید اونقدر زیاده که وقتی نور خورشید میتابه چند دقیقه طول میکشه تا نورش به ما برسه، حالا 8 دقیقه کمتر بیشتر، از اینجا مسئله سرعت نور برامون مطرح میشه. ما اول خیال میکنیم نور همین که میتابه فورا در هر جایی باشه میفته پرتوش روشن میکنه. بعد میفهمیم که نوری که از خورشید میتابه 7-8 دقیقه طول میکشه تا به زمین برسه. این مسافتی را این نور باید طی بود. از اینجا مسئله سیر نور مطرح میشه. هر ثانیه 300,000 کیلومتر. بعد ساعت نوری مطرح میشه. اگه 1 ساعت نور بتابه چه فاصله ای بده؟ اگر 1 روز طول بکشه که نور از 1 نقطه‌ای به نقطه دیگری برسه چه فاصله عظیمی بده؟ و بالاخره همین رو توسعه بدید دیگه خیلی معطلتون نکنه تا برسه به اونجایی که ستاره ای هست که وقتی نورش میتابه برای اینکه به ما برسه بیش از 10 میلیارد سال طول میکشه. میلیارد رو آشنا هستید یعنی چی؟ یعنی 1,000,000,000. هر واحدش 1,000,000,000 ساله. 1,000 تا اینجور 1,000 ای طول میکشه تا نور 1 ستاره ای به ما برسه. و چه بسا وقتی این نور به ما میرسه خود ستاره اصلا منفجر شده باشه دیگه اثری ازش نباشه. این تا اون جاهاییست که علم بشر اثبات کرده بود توانسته فاصله هایی از این آسمان و ستارگان را برای ما معین بکنه. حالا چقدر تعیینش دقیق باشه یا نباشه اونم العهدتا علالعلما، ولی بالاخره یه همچه عظمتی داری.
یک سوالی مطرح کردن که بالاخره ما هر چی بریم تو این فضا به کجا میرسیم؟ به یه جایی میرسیم که دیگه تمام بشه؟ این مسئله اختلافی است بین کیهان‌شناسان. بسیاری از فیلسوفان قدیم معتقد بودند که چون ابعاد متناهی است بالاخره یه جایی میرسه که تمام میشه، بعد نامتناهی نداره. بعضی هم در براهینش خدشه کردن، گفتن این براهین تام نیست، ما هیچ دلیلی نداریم برای اینکه عالم متناهی باشه. به هر حال این عظمت عالمی است که تا به حال علم بشر بهش رسید. اگه ما چند دقیقه بشینیم فکر کنیم، نه من در مقابل این چیم؟ آیا سزاوار هست که در مقابل این عظمت آفرینش میگم منم چیزیه؟ من به اندازه یه شتری حساب نمیشم توی این دستگاه. اگه محاسبات دقیقی بکنیم به اندازه یه الکترون توی یه اتم حساب نمیشه. چی هست؟ خدای متعال به همین ناچیز که می‌فرماید آیا روزگاری بر انسان گذشت که چیز مذکوری نبود؟ بالاخره یه مبدأ ما برای خودمون می‌شناسیم. از اون وقتی که یک اسپرمی بودیم چی بودیم؟ هزارها و میلیون‌هاش توی یه قطره آب گندینه. خدا به این موجوده، به این پستی چنان عزتی میبخشه که میگه نفخت فیه من روحی. تو موجود پست را من اونقدر به کرامت بخشیده که بر سایر موجودات برتری داشته و تو میتونی به جایی برسی که اسمش خلافت الهی است، جانشین خدا میشه. حالا یعنی چی؟ اونم درست نمیفهمم من. تو بعضی روایات توضیحاتی از نکته هایی هست شاید بشه به عنوان تفسیر این معنا به کار برد که انا اقول للشیء کن فیکون اطعنی حتی اجعلک تقول للشیء کن فیکون. من اصالتاً هرچه اراده می کنم تحقق پیدا می کند. اگه تو اطاعت من بکنی تو را به جایی می رسانم که تو طبعاً همین جور هرچه دلت خواست تحقق پیدا. اون اسپرم حالا ما قبلش چی؟ به اینجا می رسی که چنین عظمتی پیدا می کنی. این عظمتی که به انسان میده این صفر است به علاوه یک عظمت الهی. خودش که چیزی نمیده، خودش همون اسپر همون قصه آب گندیده است. این لطف الهی است، خودش صفر است به علاوه این کرامت بزرگی که قابل حد و اندازه نیست. اگر عظمت خدا را درک کرد اون وقت در مقابل خدا نمیتونه بگه تو یکی منم یکی. تو گفتی نماز بخون اما من حالشم. تو گفتی روزه بگیر اما من حالشم. تو کی هست؟ تو چی هست؟ تو گفتی احکام خدا را در جامعه اجرا کنید اما من نمیگذارم و الی آخر. همه این عصیان ها این طغیان ها مال اینه که خودش را در مقابل خدا نمیشناسه، عظمت خدا را درک نمیکنه. اگه عظمت خدا را درک میکرد چیزی در مقابل او قابل ذکر نبود.
هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اون آیه شریکن داره خلق تو که ولم تکو شیئا، میگه دیگه مذکورنش هم نداره. این یک باب، یک چشمه از فکر درباره عظمت الهی است. در واقع ما عظمت حجم عالم را داریم در نظر میگیریم. چقدر فاصله دار بود بین ستاره ها، چند میلیارد سال نوری، چه عالم عظیمی است. خدایی که اون را آفریده چقدر عظمت. حالا این عالم را چگونه آفریده؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. معونه ای نداره برای اون. او آفریدن به یک پشه با آفریدن اون ستاره ای که چند میلیارد سال نوری دور از ماست برای اون مساوی فرقه. میگه کن فیکون. حکمت او اقتضا میکنه که آفرینش بعض موجودات تدریجی باشه تا مسائلی برش متردد میشه. اینم اراده اوست. ولی او نیازی به گذشت زمان و به فراهم شدن شرایط و اینا او نیازی نداره. مخلوقات هم که نیاز به این شرایط داره. به هر حال این یک باب از فکر درباره عظمت الهی است. ولی عظمت ها گفتم تنها عظمت حجمی نیست. یکیست که معلومات زیادی داره. بزرگانی هستند، این روزا روز ابو علی سیناست، یه مرد بزرگی بوده. اگه بزرگانی را در عالم بخوان بشمارن، اگه به اندازه انگشتان دست بشمارن، یکیش هم ابو علی سیناست. این بزرگ یعنی چی؟ یعنی معلومات زیادی داشته، فهم قویی داشته، درک بالایی داشته. خب حالا ببینیم خدا معلوماتش چجوریه. نمیخوام حالا خیلی وقت شما رو بگیرم. همه ما معتقدیم که اون چه در عالم اتفاق میفته، اون چه تابه ها اتفاق افتاده و اون چه الان در عالم موجوده و اون چه بعدن موجود خواهد شد همه را خدا میداند. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا. اما حالا یه خود عظمت این را حساب بکنیم. یه استادی را در نظر بگیریم که سر جلسه درس 20 نفر شاگرد داره، 100 نفر شاگرد داره درس میده. اگه یکی از شاگردها سوال کنه خب گوش میده و جوابش. اگه دو نفر با هم سوال کنن خیلی مشکل میشه. اگه 3 نفر 10 نفر با هم سوال کنن ممکنه استاد هر دو 10 تا سوال رو بفهمه؟ روانشناسان میگن که ذهن انسان اونجور توانایی رو داره که در آن واحد 7 ادراک داشته باشه. اما اگه 70 شد چطور؟ اگه 700 شد چطور؟ در هر آنی میلیاردها انسان در روی زمین هر کاری، هر حرکتی انجام میدارن او میدانه. قبل از انجام دادنش میدانه. بعدش هر که او را صدا بزنه میشنوی به هر زبانی. چند تا صدا رو میشه شنید؟ گاهی تو حرمهای ائمه اطهار مخصوصا حرم امام رضا که مشرف میشید یه خود راجع به این فکر کنید. این همه فریادی که مردم میکشند یا امام رضا یا امام رضا، این چه قدرتی است که همه اینها رو میشنوی و میفهمه
و میدونه که چجور باید جواب داد. این قدرت یه بشره. احتمال میدید وقتی اینا میان توی حرم صدای امام رضا میزنن فقط یکی دو تاشونو میشنوه؟ حالا اینا که سهله. شخصی در طوفان دریایی مشرف به غرق باشه، اونجا بگه یا ابا صالح المهدی، کی صداشو میبره اونجا؟ یک نفر نه، اگه 10,000 نفر با هم بگن نمیشنه. شنیدن، فهمیدن، جواب مناسب آماده کردن، تازه همه اینا مال یکی از اولیاء خداست، یه بنده ای از بندگان که وجود او هم با کن فیکون به وجود آمدید. خدا فرموده باش به وجود. علم خدا چجوری؟ شماره الکترون ها را در درون اتم تا شماره کهکشان ها را با میلیارد ها سال نوری فاصله همه یکسان میدونیم. دانستن یکی برایش آسان تر از دیگری نیست. همه چی بر همه چیز احاطه داره. الا انه بكل شيء محيط. اینم یک شاخه از عظمت خدا است. یک شاخه دیگه از عظمت خدا درباره کیفیت آفرینش فکر کنیم. اونی که من اول عرض کردم درباره حجم آفرینش. شما ببینید خدا یه موجود کوچیکی را چجونه می آفرینه، چه چیزهایی بیشه. یه پشه، یه مگس، یه زنبور، یه مار، یه عقرب، تا می رسیم به انسان. افلا یندرون الی الابل کیف خلقت. ولی اگر ما دقت داشته باشیم و اهل بصیرت باشیم، دیدن یک گیاه کافی است که ما را مدهوش کنیم. باغچه ای از کود متعفن ریختن، یه دانه به اندازه ارزن این توی این باغچه افتاده، بارانی اومده این نم شد سبز شد، چند روز بعد یک برگ سبزی زیبا چشم نواز، یه چند روز دیگه گذشت گلهای زیبا رنگارنگ معطر از این زمینی که با پود تغذیه شده، این چگونه به وجود میاد؟ این چه عظمتی؟ ما دقت نمی کنیم، ولی اگر دقت می کردیم سراسر عالم جای تأمل و دقت و ملت دیدن آثار الهی بود. یه شخص بزرگی بود، وقتا که ما در مدرسه حجتیه طلبه بودیم درس می خوندیم، صحبت از 50 و چند سال قبل، ایشون هم پسرش در قم طلبه بود، درس گاهی برای سر زدن به پسرش میمد. من دیده بودم گاهی میره سر باغچه میشینه. استادی بود، مقامات علمی و معنوی زیادی داشت، شخصیت اجتماعی ارزنده ای هم. من دیده بودم همینطور لب باغچه نشسته، یک گلی را از این گل رعنازیبا مثلا یا گل اطلسی اینا نگاه میکرد، همینطور عشق بله عشق ریختن داری.
ما غافلیم، ما توجه نمی کنیم، عادت کردیم به همینطور سرسری به همه چیز نگاه کنیم، نه عظمت خدا درک نمی کنیم. میگیم الله اکبر، انگار نگفته خدا چی بوده، چی بوده. سوال این بود که ما چی کنیم یه مقداری به عظمت خدا آشنا بشیم. جواب این است که راهش فکر و دقت و تمرکز در آیات الهی است. این عادت را دور بیاندازیم که به همه چیز سرسری نگاه کنیم. تو قرآن هم مذمت شده از این، و هم عن آیاتها غافلون، یمرون علیها و هم و کم من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عن آیاتها غافلون. اگه درست خونده باشه باید سراسر عالم آیات الهی است، ما انگار چشمون رو میبندیم. اگه دقت کنیم از یه ذره گیاه، از پیدایش یه پشه، از پیدایش یک حیوان کوچیک تا پیدایش انسانی که خلیفه الله هست، اون وقت درک میکنیم خدا یعنی چی، ما کی هستیم. آیا چنین موجودی با این ضعف، با این پستی، با این ذلت، با این حقارت جا داره در روی خدا بیسته بگه گناه میکنم، مخالفتتو میکنه؟ با چه قدرتی، با چه نیرویی، با کدوم چشمی گناه میکنی؟ اون چشمی که خدا میلیون ها سلول مختلف را با هم ترکیب کرده به صورت این اندام ظریف در صورت تو قرار داده که مختصر آفتی ببینه نمیبینه، یک کم بینش. حالا با این چشمی که اینقدر ارزش داره که اگه خدای نکرده نابینا بشه، تو حاضری میلیون ها و میلیارد ها بلکه اگه داشته باشی صرف کنی تا دوباره چشم برگرده. این نعمت ارزنده خدا را برای مخالفت با خود خدا مصرف میکنی؟ چقدر خجالت میخواد. این بود که اولیای خدا، حالا معذرات معصومین که جای خود داره، بندگان شایسته خدا وقتی درباره زشتی گناهانشون فکر میکردن، گاهی حالت بیهوشی بهشون دست میداد. اینا افسانه نیست با ما، چون ندیدیم یا کم دیدیم مشکل اونه باور کنیم. نقل میکردن هستن کسان، تا چندی پیش الان نمیدونن، کسانی که نماز شب خوندن آخوند ملا محمد کاشانی را در مدرسه صدر اصفهان دیده بودن که وقتی ایشون بلند میشه میره وضو بگیره، در و دیوار و درخت ها همراه او تسبیح میگن صبح خود دوست. وقتی به نماز می ایسته اون چنان می لرزه که به حسب وظایف شرعی نمازهای واجب را باید با زحمت خودشو کنترل کنه که استقرار پیدا کنه. عظم الخالق فی انفسهم و سور ما دونه فی اعین. پروردگارا تو را به حق اولیایت، به حق دوستانت قسم میدیم، آلودگی ها را از دلهای ما پاک بفر، شنه از اون انواری که به اولیا خودت مرحمت کردی به دلهای تاریک ما هم بتابان. علما و بزرگان و اساتیدی که ما را با معارف دین آشنا کردند، اونا را مهمان رسول الله قرار داد. سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بدار. خدمت گزاران به اسلام و مسلمین موفق بدار. عاقبت امر ما ختم بخیر بدار. السلام علیکم و رحمت.